بهترین و پرطرفدارترین مینی سریال ها. اگه عاشق سریال دیدنین، اگه از سریال های طولانی بدتون میاد و یا دنبال سریال های خوب میگردین، این ویدیو رو از دست ندین. یادتون نره برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید. 10 مینی سریال فوق‌العاده که باید ببینیم. شماره 10. دفاع از جیکوب. اندی. Not that big of a deal. Don't tell me what's not a big deal. دفاع از جیکوب یه سریال جناییه. جیکوب پسر 14 ساله‌ایه که متهم به قتل میشه و حالا پدر وکیلش باید از اون دفاع کنه. سریال بحران بین وفاداری و عدالت رو اونقدر خوب نشون میده که ما رو هم کلافه میکنه. شماره 9. غیر مؤمن یا ناراستکیش. صحنه های آشنا و دردناک، فیلمنامه قوی، بازی درجه یک بازیگر نقش اول این درام، شک نکنین که شما رو راضی میکنه. سریال درباره دختری یهودیه که از جامعه به شدت مذهبی خودش فرار میکنه. شماره 8. پاتریک ملروز. پاتریک ملروز به شدت تلخه و درباره موضوعهایی مثل اعتیاد، سوء استفاده جنسی و خودویرانگریه. این درام فراز و نشیب‌های زندگی پاتریک رو از بچگی تا بزرگسالیش نشون میده. باید به این سریال یکم فرصت بدین. حتما جذبتون میکنه. شماره 7. پایان دنیای لعنتی. این درام جاده‌ای کمدی سیاهیه که تم روانشناسانه داره. سریال ما رو به زندگی و اتفاقهای تاریک و گیج کننده دوتا نوجوان میبره. این مجموعه کم دیالوگه ولی سکوتهاش هم ما رو جذب میکنه. شماره 6. محافظ شخصی. یه ریچارد مدن خوب یه داستان پر استرس، مهیج و پیچیده با موضوع جاسوسی و تروریسم. محافظ شخصی درباره سربازی که مسئول امنیت وزیر میشه. تنها پاشنه آشیل این سریال قسمت آخرشه. سارج. پی‌اس میسن بار. لورین کرادک، بادز باس. ام هوپینگ آی کن تاک هیم اینتو کوآپریتینگ. شماره 5. 11-22-63. توی این سریال با معلمی همراه میشیم که به گذشته میره تا بتونه یه سری حوادث رو تغییر بده. بازی فوق‌العاده جیمز فرانکو، موضوع سفر به زمان و فیلمنامه باورپذیرش اون رو جزء سریال‌هایی قرار داده که باید دید. شما میدونین چرا اسمش 11-22-63؟ شماره 4. مر از ایست تاون. اگه اهل سریالای کاراگاهی اجتماعی هستید و بعد از مجموعه ترو دتکتیو هیچ سریالی راضیتون نکرده، مر از ایست تاون رو فراموش نکنین. سریال با موضوع قتل نوجوانهای شهر شروع میشه. My mother, Mrs. Fahey. Oh, nice to meet you, Mrs. Fahey. I see where Mer gets her beauty. شماره 3. وقتی آنها ما را میبینند. این سریال جنایی بر اساس داستانی واقعی ساخته شده و درباره نوجوانهایی که به اشتباه متهم به قتل میشن. درامی که درد و رنج از همه جای اون میباره. شماره 2. چرنوبیل. مگه میشه اثرات این مجموعه رو به همین راحتی یا از حافظه جمعی پاک کرد؟ داستان سریال درباره فاجعه هسته‌ای چرنوبیله. اگه این درام رو دیدین حتما دیالوگ هاش تو ذهنتون مونده. با یه دیالوگ اونو معرفی کنید. I wonder how many of you know the name of this place. It would be fair to say that that piece of roof is the most dangerous place on earth. Are you suggesting the core what exploded? شماره 1. جوخه برادران. یه مینی سریال فراموش نشدنی از استیون اسپیلبرگ. ماجرای این درام تاریخی درباره یکی از جوخه‌های ارتش آمریکاست.
جوخه برادران خیلی خوب تونسته حقیقت تلخ جنگ جهانی رو نشون بده و از بهترین سریال های این ژانره. شما بگید بهترین مینی سریال هایی که دیدید چی بوده؟ میتونید برای دیدن سریال های بیشتر سری به سایت سلام سینما بزنید. سلام سینما. اگر ویدیومون رو دوست داشتین یادتون نره ما رو لایک، سابسکرایب و نوتیفیکیشنمون رو فعال کنید.